بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مجموعه بحث های آموزش پیشرفته آمار و اپیدمیولوژی، امروز به فهم منطق ماکسیمم لایکلیهود میپردازیم. انتخاب این موضوع با توجه به نیاز دانشجویان به فهم روشن و عمیق ماکسیمم لایکلیهود بوده که در جاهای مختلفی گله داشتم که علی‌رغم کاربرد و استفاده زیاد از این فرمول، اما درک روشنی از اون وجود نداره. به همین خاطر ما این موضوع رو برای امروز انتخاب کردیم. ما چند تا توصیه کلی به دانشجویان داریم برای فهم علم آمار، برای اینکه در علم آمار با فرمول‌های بعضاً پیچیده سر و کار داریم و از آنجا که بیس ریاضی اغلب دانشجویان چندان قوی نیست، در فهم منطق این فرمول ها دچار مشکل می شود. توصیه اول اینه که به جای یادگیری از طریق فرمول، از راه تصویر به فهم اون بپردازن، برای اینکه اغلب این فرمول ها ابتدا یک تصویر ذهنی، یک مفهوم ذهنی بوده که نویسنده اون رو در قالب یک فرمول بیان کرده و از زبان یونانیان تا حالا زبان علم ریاضی و آمار زبان فرمولی بوده و همین یک مانع بزرگی برای فهم دقیق موضوعات و مباحث این علم ارزشمند. توصیه دوم اینه که در ورای فرمول ها به منطق پشت اون نگاه کنن، چرا اینجا بین پروپورشن ها ضرب هست، چرا تقسیم، چرا LN گرفتن، چرا به توان بردن، چرا توان دو، چرا توان سه و از اینجور سوال ها. قطعا پاسخ یافتن پاسخ این سوالات مساوی با فهم منطق این مفاهیم. توصیه سوم اینه که در قدیم عملا کار کردن با این فرمول ها شاید در بسیاری از مواقع غیر ممکن بوده، اما امروزه نرم‌افزارهای مربوطه کار رو بسیار آسان کردن که در حجم نمونه بالا این فرمول ها به ما چی میدهند، منطق اونها چیست، و نرم‌افزار اکسل در رشته ما این کار رو بسیار آسان کرد. ابتدا بایستی تفاوت بین احتمال و لایکلیهود رو با هم دیگه بررسی کنیم. probability یا لایکلیهود تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون در این نکته دقیقه که در احتمال از نمونه، از جامعه به نمونه می رویم، در لایکلیهود از اون چیزی که در نمونه می بینیم می خواهیم وضعیت جامعه رو در واقع برآورد کنیم و روشن کنیم برای خودمون که در جامعه واقعی چی می گذره. این تفاوت اصلی بین این دوتا مفهومی که در میان عامه مردم یک معنی دارن، معنی احتمال، اما در علم آمار و اپیدمیولوژی تفاوت دقیقی به هم دیگه دارن که باید به اون توجه بشه. یک مثال ساده برای فهم این، برای فهم لایکلیهود که تفاوتش با احتمال چیه. برای نمونه نمونه 100 نفری از جمعیت شهر کرمانشاه رو گرفتیم و در این نمونه 100 نفری 10 تا بیمار دیابتی دیدیم. از وضعیت اصلی شهر، این که در شهر چند تا بیمار دیابتی وجود داره، اصلا خبر نداریم و جزء غیبیات هست. اما چند تا سوال از این نمونه‌ای که دیدیم. الف، چقدر امکان داره در شهر کرمانشاه بیمار دیابتی وجود داشته باشه؟ خب این احتمال مساوی صفره. چرا؟ برای این که ما در نمونه 100 تایی 10 تا دیدیم و این 10 تا هم جز این شهر هستن، پس حداقلش 10 تا بیمار تو این شهر وجود داره. پاسخ سوال اول، احتمال صفره، likelihood صفره. سوال دیگه، چقدر امکان داره که همه شهر دیابتی باشن؟ بس صفر، برای اینکه ما در نمونه‌ای که گرفتیم 90 تاشون بیمار دیابتی نبودن.
و همینطور سوالات دیگه که در رنج بین دو تا نقطه اکستریم صفر و یک قرار میگیرند. خب اگه من اینجوری سوال کنم که چقدر احتمال داره که در کرمانشاه حداقل یک بیمار دیابتی وجود داشته باشه، پاسخش یک، احتمال یک، یعنی قطعا وجود داره، برای اینکه ما 10 تا در این نمونه 100 نفری دیدیم. یعنی ما از نمونه جامعه رو میبینیم، بنابراین در فاصله بین این دو تا نقطه 0 و 1 یک رنجی وجود داره، ما میخوایم اون ماکسیمومش رو دست بیاریم که بیشترین امکان رو کدوم نقطه است. ماکسیموم لایکلیهود استفاده اولیش، گام اولش رو باید در توضیح دو جمله ببینیم. یک توضیح پر کاربرد در علوم پزشکی و سلامت، در اینکه اغلب مفاهیمی که با اون سر کار داریم، حالت سلامت و بیماری دو حالتی هستن، باینومیال هستن، توضیح باینومیال دارن. خب ما یک فرمول میبینیم که یک پارامتری داره به نام پی که همون شیوع یا احتمال تو جامعه، و ان و ایکس. ان و ایکس مال نمونه‌ای که ما گرفتیم، برای مثال اینجا ما یک نمونه 10 نفری گرفتیم، 7 تاشون بیماری مد نظر ما رو چی دارن، بیماری یا اون عارضه یا هر رخدادی که مد نظر محقق باشه. در نمونه 10 نفری که ما گرفتیم، 7 تاشون رخداد مورد نظر رو دارن. ما از وضعیت جامعه خبر نداریم، میخوایم ببینیم با این نمونه که گرفتیم بیشترین امکان چه شیوع و چه پی تو جامعه ما. خب این فرمول رو ما میایم عملا اینجا انجام میدیم. اولا چرا پی رو زرد در یک منهای پی یا کیو کردم؟ برای این که ما اینا دو رخدادهای مستقلی از هم هستن و در علم آمار مشاهده رخدادهای مستقل با هم رو با ضرب به دست میارم. یعنی من نفر اولی که میگیرم اینجا از 10 نفر بیمار بوده، چقدر احتمالشه؟ 1/10. عذرخواهی میکنم، این شیوها مقادیر احتمالی که ما میذاریم که جامعه اگه اینطوری باشه که کدوم یکی بیشترین لایکلیهود رو داره. یعنی این چیزی که خبر نداریم، ما میخواییم بازسازی کنیم اون چیز مجهول رو که به این برسیم در نهایت چرا ماکسیموم لایکلیهود معیار قرار داده شده. خب پس چرا ضرب بدن که از هم دیگه مستقل هستن و بایستی بین مشاهدات مستقل، احتمال های مستقل ضرب باشه؟ خب این که توان به توان X میره برای اینکه تعداد افراد نمونه هایی که میگیریم هر بار. خب ما اینجا 7 توان این 7 بار ضرب در هم کردیم برای سناریویی که اگه شیوع تو جامعه ما 1/10 فرض کنیم، و در مقابل افرادی که سالم بودن از نمونه احتمالشون میشه چی؟ معکوس 1/10، 9/10 که 3 نفر بودن و در هم باز ضرب میشه. حاصل ضرب این احتمالات میشه چی؟ میشه لایکلیهود. لایکلیهودی که ما فرض کردیم شیوع تو جامعه 1/10 بوده. اگه فرض کنیم تو جامعه شیوع 5/10 باشه، چقدر؟ لایکلیهود چقدر میشه؟ و همینطور مقادیر مختلف رو در فاصله بین 0 و 1 میگذاریم تا توزیع کامل به دست بیاد و ببینیم که نقطه مکسیموم رو چه عددی میفته. میبینیم که اینجا روی 7/10 افتاده، یعنی دقیقا نسبتی که ما اینجا دیدیم یا میانگین NP حاصل ضرب N ضرب در P، 7 ضرب در 10 اینجا دیدیم 7/10، دقیقا تو جامعه هم 7/10 بیشترین لایکلیهود رو داره، ماکسیموم لایکلیهود رو نقطه 7 میفته. خب حالا
همین رو من میخوام در اکسل انجام بدم و با هم دیگه گام به گام جلو بریم که چه اتفاقی میفته.